برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. صحن مبارک و حرم مطهر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام چراغانی و تزئین شد. این اقدام به مناسبت میلاد مبارک امام محمد باقر علیه السلام صورت گرفت. به همین مناسبت مراسمی نیز در صحن مطهر برگزار خواهد شد. منابع محلی از شهر اسلام آباد پاکستان خبر دادند که صدها تن از پناهجویان افغانستانی در اعتراض به بازداشت و یا اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان دست به برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز زدند. این معترضین از کشور میزبان یعنی پاکستان خواستند که با پناهجویان که میهمان کشورشان هستند با نجابت برخورد و تعامل کنند. پاکستان با جای دادن بیش از 2 میلیون پناهجوی افغانستانی یکی از بیشترین کشورهای جهان و همسایه افغانستان است که شهروندان افغانستانی به آن پناه بردند. رسانه‌های خبری ترکیه از عقب نشینی ارتش این کشور از مواضعی در شمال عراق پس از ماه‌ها حضور در این مناطق خبر دادند. گفته می شود یگانهای نظامی ترکیه از مارس 2017 میلادی به بهانه مبارزه با عناصر جدایی طلبان PKK تا عمق 30 کیلومتری شمال عراق پیشروی کرده بودند. منابع محلی از ساخت مسجدی متفاوت که بر اساس مهندسی حرکت خورشید طراحی شده خبر دادند. با توجه به تابش شدید نور خورشید و گرمای بسیار زیاد کشور بحرین، این مسجد به گونه‌ای طراحی می‌شود که جلوی تابیدن مستقیم نور خورشید در آن گرفته شده و ضمن اینکه نور به داخل آن می‌رسد، گرمای زیادی وارد مسجد نمی‌شود و فضای داخلی مسجد خنک می‌ماند، زیرا هزینه خنک کردن چنین فضاهایی زیاد است. منابع محلی خبر دادند که یک قاضی هندی در شهر گجرات یک مرد را به اتهام ذبح 16 رأس گاو به حبس ابد و پرداخت 500 هزار روپیه جریمه نقدی محکوم کرد. گفتنی است گاو برای هندوها یک حیوان مقدس به شمار می رود و لذا ذبح آن را ممنوع اعلام کردند.